سلام امروز قصد داریم به این مطلبی که پخ شده توی اینترنت بپردازیم خبری به هر حال که وجود داره واقعیتیه که باید بپذیریم و خبر اینه که ماکروسافت داره سویچ میکنه به راست و مطرح شده این خبر حالا توسط کیو اینها رو میگیم اصلا اینکه این خبر ها از کجا اومده چیزیه که خودش مهمه ولی خلاصه میگن که مایکروسافت داره ریرایت میکنه همه چیزو خیلی سریع که سویچ کنه به راست آه... خب بریم جلو در حال خبر جالبی نبوده هممون این میشیم وقتی این خبر رو میشنویم ولی بریم جلو یکم ببینیم که چه خبر دقت کنید اولا آیا داتنت کارها بیکار میشن باید برن راست یاد بگیرن و اصلا ماکروسافت کجا گفته که داریم بازنویسی میکنیم به راست و اینا من حالا بهتون جواب میگم ماکروسافت کجا گفته هیچ جا اصلا هیچ جا همچین چیزی گفته نشده پس این مطلب یه دفعه از کجا سرکلش پیدا شده آها حالا بریم اینو ببینیم که اصلا این مطلب از کجا اومد خب نگاه کنید حدوداً بی سی روز پیش در سایت ماکروسافت یک موقعیت شغلی باز شد که اینجا نوشته که پروفیشنسی این راست ان سی شارپ و بعد چند نفر رفتند از کسانی که توی ماکروسافت بودن و خب توی سوشال مدیا هم همشون هستن دیگه رفتن بهشون گفتن آره داستان چیه اونام گفتن که آره داریم سعی میکنیم یک سری از آنچه که در اینفراستراکچر آفیس 365 هست رو که همین الان روی دات نت فریمورکه و داره تو لحظه صدها میلیون ریکوست رو هندل میکنه رو با راست بنویسیم درست شد بعد اونا بهشون گفتن که خب یعنی خبر خبری بشه اونا گفتن نه حالا تازه یه چند تا از گنده های راست رفتن برای موقعیت شغلی اقدام کردن بعد اصلا بهشون جواب داده شده که صبر کنید اصلا رو حواس همه چیز و اصلا نمیدونیم حالا اینو زدیم اینجا یه سری رزومه جمع کردیم اصلا نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته و خبری خلاصه حتی برای بازنویسی یک سری از بخش‌ها که توی بحث‌های ارتباطی روی آفیسی 165 هست هم هنوز قرار نیست اتفاقی بیفته درست شد؟ پس از روی یه آگهی استخدام نامعلوم رفتند و یه همچین داستانی رو درست کرد خب حالا ببینید توی موقعیت شغلی نوشته که رول would be to guide the technical transition of existing large C sharp cloud service over to Rust code. This move is part of a broader Microsoft effort to adopt Rust for modernizing and optimizing global platform service. خب یه سری از آنچه که توی کلود توی قسمت آفیس 365 داشتن و میخوان ببرن توی یعنی روی راست کی و ایناش هم مشخص نیست همین الان هم داره با سی شارپ مبتنی بر دات نت فریم ورک صدها میلیون ریکوست رو توی ثانیه هندل میکنه درست شد بعدش حالا اینجا رو ببینید تازه یه سری دیگه از کسانی که توی فری بی اس بودن و جزء قدرتمندای این حوزه بودن اومدن گفتن دارین اشتباه میکنی اینی که حالا همه چیز رو ببرید به راست برای همون پلتفرم 365 یا ها که فکر میکنید حالا به خاطر ای آی و اینا بیشتر روش ممکنه ریکوست بیاد خیلی هم ببینید گفته که گفتن که اولا دیولوپر راست حالا این همه از کجا میخواین بیارید بعدش یه جاهاییش تو بحث مموری سیفتی و اینا تو بحث های لارج اسکیل اذیت میشین اینجوری نیست که همینطوری فرت به پر راست و همه چیز اوکی بشه یه جاهایی باتل میشه یه جاهای خود راست حالا تازه مشکل داره و پوست سرتون کنده میشه اینجوری نیست که همینطوری بتونید این کار رو انجام بدید اینو باز خود کسانی که تو این حوزه درگیر بودن بهشون هشدار دادن که همینجوری هم نیست داستان پیدا خواهید کرد پس خلاصه این قصه سی شارپ قرار توریش بشه و اینا حرف مفتی بیش نیست که تازه خود مایکروسافت هم نگفته اصلا کسی نگفته یه آگهی استخدام اومده از روی این یه دفعه این داستان ها بلند شده و یه عده خوشحال خوشحال اومدن که سی شارپ مرد و دات نت ترکی دو نمیدونم از این حرف درست شد این است حالا اینجا رو ببینید مایکروسافت خوشگل از دات کره یک اومد تا دات کره یعنی تا دات نت, یعنی دات نت حالا کره کلمش رو برداشت بعد 6 و 7 و 8 هم داد که تا نوامبر 2026 اصلا همین دات نت 8 LTS و مثل شیر وایساده و داره کار میکنه ساپورت میشه آپدیت میشه و همه اینا بعد تازه اومده این خوشگل داده که گفته که توی نوامبر داتنت 9 رو .net 9 رو, 9 رو ریلیز میکنم و بعد داتنت 10 رو در 2025 زوجها همیشه LTS خواهند بود که حالا دات 10 LTS خواهد شد وقتی که بیاد الان ببینید 6 LTS بود 7 نبود 8 LTS 9 نیست 10 باز LTS خواهد بود درست شد پس خلاصه قرار نیست کسی جایی بره چیزی بشه اتفاقی بیفته خبری از ماکروسافت بیرون نیومده که قراره نمیدونم با سی شارپ کاری بکنیم و از این حرف یا حالا با دات نت یه آگهی استخدام بوده چون آفیس 365 داره درگیر میشه با این بحثایی که توی چت جی پی تی و ای آی و این چیزا هست و قراره مثلا سامری بگیره از ایمیل هایی که توی مثلا بیزینس ها داره با هم رد و بدل میشه و اینا اینا پیش کردن که ممکنه تعداد ریکوست ها و اینا خیلی بیشتر خیلی بیشتر و خیلی بیشتر بشه برای همین گفتن بذار ببینیم شاید راست بهتر از دات نت فریم ورک سی شارپ باشه یعنی سی شارپی که توی دات نت فریم ورک بوده ضمن اینکه اصلا ماکروسافت سال هاست داره با راست یه کارای انجام میده و یه تورهایی گفته بودند که سی پلاس پلاس رو توی مصارف صنعتی منظورم از سند کلود و سرورا و اینجور چیزاست اونجاها قراره که خلاصه یه مقداری نقشش رو بولد کنی و سی پلاس پلاس رو بکشیم پایین و کمتر باش کار بکنی اصلا ببینید شما با راست اگر بخواید مثلا یک API بنویسید و وصل بشید مثلا به دیتابیس یه او کوچولو داره همه چیز رو میده دست خودتون میگه بر بر خودت بکن بیچاره میکنه باهاش کد نوشتن شما ای پی آی نمیتونی باهاش بنویسی کراد بزنی نمیدونم وبسایت درست کنی ای پی آی درست کنی بذاری بالا و بعد مثلا با وو بهش وصل بشی قطعا میشه ولی بیچاره میشید به قدری سخت کد نویسی باهاش هزار جا رو بعد خودتون هندل بکنید دلیلی نداره اصلا همچین اتفاقی بیفته اینها برای مثلا ارتباط بین سروراشون روی اجور و اینجور چیزا شاید برن سراغش تازه شاید دیولوپ شروع بکنن تموم نکنن مشخص نیست موفق بشن ماکروسافت نهایتا 5 میلیون دلار حقوق میده ببینه نمیشه مثل شیر لیافشون میکنه و میریزتشون بیرون یا میفستشون یه جای دیگه هنوز اصلا اتفاقی خلاصه نیفتاد درست شد پس دات نت و سی شارپ و اینا جایی نخواهند رفت و ما هم هستیم در خدمت دون خلاصه جایی نمیریم سی شارپ هم هست و همچنان به نفرت پراکنیمون بر علیه پایتون و نوت جی اس و جاوا اسکریپت و اینها ادامه میدیم و اسلحه توی دستمون هم چیه سی شارپ خدا حافظ شما